به نام خدا. با عرض سلام خدمت دانشمندان عزیز، موعظه‌ای هستم با تدریس ده فلسفه دوازده در خدمت شما هست. یه خودکار یا مداد کتاب توماس، همه آماده باشید لطفا تا متن کتاب خط به خط هم تحلیل کنیم و بخونیم. با درس ده فلسفه آغاز می‌کنیم. فلسفه در جهان اسلام، ما توی اواخر کتاب فلسفه دوازدهم داریم در واقع فلسفه اسلامی رو مورد بحث قرار میدیم. یکی از بزرگترین فیلسوفای مسلمان ابن سینا هستش. ما تو درسای قبلی درس نو خوندیم که فلسفه اسلام رو فارابی تأسیس میکنه، اما اون بعد که میاد فلسفه اسلام رو گسترش میده و توسعه میده، شیخ الرئیس ابن سینا هستش. توی این درس درباره ابن سینا و در آخر درس هم به اندیشه های سهروردی شیخ اشراق خواهیم پرداخت. شیخ الرئیس فلسفه کی هستش؟ ابن سینا. اول زندگی نامی اون رو بررسی کنیم. حسین ابن عبدالله ابن سینا تو مشرق زمین منظورش بیشتر جهان اسلام بهش میگن ابن سینا یا ابو علی سینا و ملقبه دقتش باشیم القابش این القابش که شیخ الرئیس حجت الحق در اروپا بهش میگن اویسن اویسنا شاهزاده اطباء شاهزاده پزشکان پزشک بسیار حاضر و ماهر بوده میگن از نگاه کردن به تای چشم افراد میتونست تا 40 نوع بیماری تشخیص بده. ابن سینا در سال 370 هجری در یکی از روستاهای بخارا متولد میشه. دقت داشته باشین سال 370 میشه قرن 4. دقت داشته باشین قرن 4 به دنیا میاد، تا قرن 5 هم زنده بوده. زندگی نامه‌ای که برای شاگرد وفادار خودش ابو عبید جوزجانی نوشته، مرحوم روش که علمی و فلسفی خودش توضیح میده. تأکید میکنم ابن سینا 58 سال زندگی کرده. زندگی نامش دو بخش داره. بخش اول زندگیش رو خودش می‌نویسه، بخش دوم رو شاگردش ابو عبید جوزجانی نوشته. ابن سینا پدرش که جزء مقامات حکومتی هم بوده، در واقع اون تحصیلش که تحصیل در واقع حساس بوده خدمت شما که در زندگی نوش ابن سینا نوشته پدرش اول معلمی که برش میگیره معلم قرآن و ادب بوده. چنان در این دو علم رشد میکنه پیشرفت میکنه که در 10 سالگی بر اکثر علوم از مسلط بودن واسه ترجم همه ها شده. ابن سینا یک استادی داشته به نام ابو عبدالله ناطقی. ابو عبدالله ناطقی برای ابن سینا منطق و ریاضی رو آموزش داده، اما به سرعت بر معلم خودش پیشی میگیره و بدونه که قسمتهای دشوار کتاب رو برای ابو عبدالله ناطقی روشن کرده. پس ابن سینا هرچند منطق و ریاضی رو با ناطقی شروع میکنه، اما بعد پیشی میگیره. بهش دقت داشته باشید ابن سینا در فقه، ریاضیات، منطق، فلسفه و طب پزشکی مطالعات عمیق و گسترده داشته. در 16 سالگی در اکثر علوم مسلط بوده. ادامه درس ابن سینا خودش میگه، پس این در زندگی نامه خودش اومده، علم طب از علوم دشوار نیست. یه نکته من تو بگم تو صفحات بعد میخونیم ابن سینا در کتاب قانون طب و پزشکی رو مطرح میکنه. در کتاب قانون قبل از اینکه اصول درمان و طب رو مطرح بکنه میاد اصول فلسفه و ماوراء الطبیعه رو میگه ابن سینا. یعنی اصول طب رو بر مبانی ماوراء الطبیعه استوار میکنه، با یه دیدگاه الهی و فلسفی به علم طب نگاه میکنه. همین باعث میشه که علم طب رو از علوم دشوار رد بده.
میگه پس از مدت کوتاهی در آن مهارت یافتم. با این همه از مناظر علم فقه و آموختن آن خارج نبودم. در آن زمان 16 سال از عمرش گذشته بود. یک سال و نیم دیگر مطالعه رو نگران با جدیت منطق و فلسفه دوره کنه توی مدت روزها و شبها به مطالعه و طلب علم می‌کردم. هنگام مطالعه هر مطلعی که نظرش میاد مقدماتش رو می‌نویسه، شروط اون رو بررسی می‌کنه تا به حقیقت برسه. یا دیگه پس روش مطالعه ابن سینا مقدمات رو یادداشت می‌کرده، شروطش رو بررسی می‌کرده تا به حقیقت آن علم برسه. اگر در مسئله حیران می‌ماندم و بر حد وسط قیاس آن راه نمی‌بردم، حد وسط توی منطق خونی بودم، جزء مشترک قیاس هستش، مقدمات هستش. اگر بر حد وسط قیاس راه نمی‌بردم به مسجد جامع می‌رفتم، نماز می‌گذاردم و نزد مبدع کل کی خود زاری و تذرع می‌کردم تا آنچه بر من آشکار می‌شد. شب به خواب برمی‌گشتم، به قرائت و کتابت مشغول شدم. چون خواب بر من غلبه میکرد یا ضعفی در خود مشاهده میکردم، تجدید قوا میکردم، یه خستگی در میکردم، غذایی میخورده و باز به قرائت مشغول میشده. و بسیار بود که در خواب همان مسائل برای من کشف میشد. پس در خواب کدوم فیلسوف بود که خیلی از مسائل در خواب براش کشف میشده؟ ابن سینا. حواس باش من که لطفاً خط به خط کتاب باید دقیقاً مطالعه بشه. در زمان مطالعه از هیچ نقطه‌ای گذرا عبور نمی‌کنید. ادامه مطلب. این مباحث تمرین‌ها و فعالیت‌های تکمیلی فایده داره. پاسخش تو کانال دارم همه گذاشتم. به همه هم دادم. خب. نکته خیلی مهم. ستاره می‌کشیم. روش ابن سینا در تحلیل مسائل فلسفی عقلی و استدلالی بوده. برهانی بوده. استدلالی بوده. ما قبلا گفتیم. حالا با این دفترم. آقای دوباره. روش فلسفه مشا روش فلسفه مشا عقلیه، تعقلیه، استدلالیه. این روش رو قبلا چی پای گذاری کرده بود؟ معلم اول ارسطو بعدها وارد جهان اسلام میشه و به اوج میرسونه ابن سینا. یه بار دیگه روش عقلی رو کی پای گذاری میکنه؟ ارسطو. کی به اوج میرسونه؟ ابن سینا. ابن سینا فلسفه مشاهی رو به صورت مدون و نظامن مدون نگاشته شده تدوینش کرد ارائه کرد. یه بار دیگه با هم مطالعه کنیم، دقت داشته باشیم. هر وقت رو چندی بار دوره خواهید کرد. روش ابن سینا در تدوین مسائل فلسفی عقلی استدلالی بوده، برهانی بوده. این روشی که ارسطو پایه‌گذاری کرد و بعدها ابن سینا فلسفه مشاهی رو به صورت مدون تدوین شده نظامت ارائه میکنه. دقت تو حاشیه ها رو من به تو توصیف رو حتما بخونید. حاشیه ها، فعالیت ها، بیشتر بدن ما همه دقیقاً رو مطالعه بشه. اینجا زندگی ابن سینا رو مطرح کرده. لطفا با دقت همه بخوندنش. اینجا میریم ادامش. اما ابن سینا در طول زندگی نسبتاً کوتاهش، خدمت شما گفتم 58 سال عمر کرده ابن سینا، بیش از 200 کتاب و رساله در شاخه‌های گوناگون علم و فلسفه، بلکه از آنها نه همشون قرن‌ها در مراکز علمی شرق و غرب تدریس می‌شده، حتی امروزه هم تدریس می‌شه برخیشون. چند از کتاب مهم شما هم بررسی میکنیم. یک قانون، نوعی فرهنگنامه پزشکی.
به زبان‌های لاتین، انگلیسی، فرانسه و آلمانی هم ترجمه شده قانون. قانون در بسیاری از دانشگاه غرب در واقع منبع رسمی پزشکی بوده تا قرون بسیار زیادی. یه بار یه قانون موضوعش پزشکی دقت داشته باشید. به چهار زبان لاتین، انگلیسی، فرانسه و آلمانی ترجمه شده. دو، شفا. نوعی دائره‌تون معارف علمی و فلسفی است. موضوع چهار تا موضوع مهم داره: منطق، ریاضیات، علوم طبیعی یا طبیعیات، الهیات. اینو به حافظه بسپار، اینو به حافظه بسپار. قسمت الهیات شفا فلسفه ابن سینا رو در بر می‌گیره و نکته بسیار حائز اهمیت، شفا کامل‌ترین مرجع در معرفی حکمت بشراست. هنوز هم در بسیار از حوزه‌های فلسفی اروپا تدریس میشه. یه بار دیگه، شفا دائره‌المعارف علمی و فلسفی هم. چهار بخش شفا: منطق، ریاضیات، طبیعیات و الهیات. و نکته مهم، کامل‌ترین مرجع در معرفی حکمت مشا کتاب شفا هستش. اما ابن سینا خلاصه شفا رو در کتاب به نجات مطرح میکنه. این کتاب به بیشتر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده. یه بار دیگه، نجات شکل خلاصه و مختصر شفا است و به بیشتر زبان‌های زنده دنیا هم در واقع ترجمه شده. با دقت چندی بار دوره می‌کنید بعد درس سر شما ادامه‌اش رو پیگیری خواهید کرد. ببینیم ادامه‌اش. کنار بعدی انصاف، 20 جزء 28000 مسئله در حمله غزنوی به اصفهان قارت رفت. تنها چند جزء اشتباه بوده. چرا اسمش انصافه؟ یه نکته من شما بگم، انصاف به این دلیل که تو کتاب انصاف ابن سینا داوری میکنه میان آرای حکمای شرق و غرب تحکیم کنن. انصاف موضوعش داوری میان آرای حکمای شرق و غرب. آرا، نظرات حکمای شرق و مسلمان و حکمای غرب مثل فلسفه ایران رو به داوری به جوری پردازه نیست. کتاب اشارات میتونیم از این بعدش خلاصه بگیم اشارات. بسیار کتاب مهمیه. آخرین دیدگاه‌های فلسفی ابن سینا رو توی این کتاب مشاهده می‌کنید. اینقدر مهمه که خیلی بر اشارات شرح نوشتن. خیلی بر اشارات، سهره برفر اشارات شرح نوشتن. شرح اشارات برای سهره برفر، متحری نوشته. و افراد دیگه فخرالدین رازی هم نوشته. دانشنامه عربی دیگر اثر ابن سینا به زبان فارسیه، شامل نکته کنکوری ابواب مختلف حکمته. این کتاب در اصفهان برای علاءالدوله کافوریه نوشته میشه. یه بار دیگه، به زبان فارسی شامل ابواب حکمت در اصفهان برای علاءالدوله کافوریه نوشته شده. این آثار ابن سینا است که کتاب باشه. ما بعد از مطالعه مختصر دیدگاه ابن سینا داریم وارد بحث اندیشه ها و تفکرات ابن سینا میشیم. یکی از موضوعات مورد بحث در کتاب شما که کتابش خیلی تاکید کرده، بحث طبیعت شناسی ابن سینا است. یه نکته مهم، یکی از ارکان فلسفی ابن سینا بحث طبیعت شناسی. پس حواسمون جمع باشه توی دیدار شما تو اندیشه های ابن سینا بحث طبیعت شناسی این شکل رئیس تاکید خاصی شده. ابن سینا میگه
شما و کنکوری های اوپناش در این طبیعت فرمانی از هستیه. یه توضیح خیلی مختصر کوتاه. آقا هستی مراتب داره، ببین مراتب هستی. یه مرتبه از هستی طبیعت شامل دنیای مادی میشه مثلا، یه مرتبه از هستی هم ما فرا طبیعت است که شامل دنیای مجردات باشه. مهم فرق این رو چیه؟ هستی طبیعت یا عالم متغیر دائما در حال تغییر تحول، واسه همین علم اسلام یه طبیعت آن مرتبه از هستی که میگه یه مقصدی خاص داره، یعنی که میگه یه هدف داره دنبال میکنه. مهم به نظر مثل عالم ماورا و طبیعه ثبات داشته باشه، ثابت باشه، برای به دلیلی شکل دفتر خدمت بگیم. علت دیوانی تحکیل میمانی پس نقطوری ها بیمشن علت داشته چون از هیچ نقطه به سادگی و به سرعت عبور نداره. این بارها دارم خدمت شما تحکیل میمانم به هر نقطه که رسیدید بگید که خوب اقزام میاد، پس با دقت بخونمش. از نظر شیخ خورنگیس و علی سینا طبیعت مرحله از هستیه، هستی مراتب داره، یکی از مراتبش طبیعت که رو به سوی مقصدی خاص داره. این مقصد در ذات عالم طبیعت است. علت نامگذاری یعنی وجه تسمیهش، ریشه نامگذاریش، علت نامگذاری این عالم طبیعت از آن جهت است که سوال بود اجزای این عالم هر کدوم طب و ذات خاص دارد. دوباره اجزای عالم هر کدوم طب و ذات خاص دارد و خود این عالم به عنوان کل، به عنوان یک تیم کل طب و ذات خاص دارد. ادامه داشته باشه بچه هم این صفحه رو با دقت دوره کن بعد این صفحه بعد حواس رو جمع کن لطفا بیریم صفحه بعدی ادامهش. که منشأ و مبدا حرکات و تحولات خواهد سن نشو گفتم عالم طبیعت صحبت نداره، دائما در حال تغییر تحول است. علت این تغییر تحول هم طب و ذات خاص است که تو عالم طبیعت نهفته است. خدا ارمسته معتقد خداوند عالم طبیعت رو با لطف و عنایت خود پدید آورده. خداوند برمره لطف و عنایت و همه اجزای آن چنان ترکیب و تعلیق دارن، چنان در کنار هم قرار گرفتن که بهترین نظام ممکن این نظام احسن تحقیق بده. خب نقطه خاص تحقیق میکنم یه بار دیگه با همه خوب بچم. خدا خداوند بزرگ عالم طبیعت رو با لطف و عنایت خودش تعلیق آورده. همه اجزای عالم طبیعت چنان ترکیب شدن، چنان در کنار هم منظم قرار گرفتن که بهترین نظام ممکن و نظام احسن تحول گرفتن. پس یه نقطه ارمنستان اعتقاد داره نظام احسن به عبارت بهترین نظام ممکن همان عالم طبیعت. دقیقش کنشون ابن سینا نظام احسن و بهترین نظام ممکن عالم طبیعت بوده، هیچ نقصی عالم طبیعت نداره برخلاف انسان که ممکن چون نقص اشتباه بشه. ابن سینا میگه طبیعت هر شی آن را رسوی خیر و کمال مقبولش سوق میدهد. یه نقطه قبل از بررسی پاراگراف خدمت شما بگم، ابن سینا اعتقاد داره طبیعت هر شی یعنی مبدا درونی اشیا، مبدا درونی اشیا طبیعت اشیا آنها رو سوی خیر و کمال رو سوی هدف سوق میده. ابن سینا اعتقاد داره که حوادثی که در طبیعت اتفاق میفته هیچ نقص و عیبی ندارد. یه دو به ابن سینا اعتقاد کردن که آقا در طبیعت سیل میاد، طوفان میاد، زلزله میاد، خیلی از هم
حوادث اتفاق بیفته که باعث نابودی طبیعت و حتی بشر ممکنه بشه. شیخ خمیس اعتقاد داره که اینها در ظاهر بدیان، بدی ظاهری هستند، اما این اتفاقاتی در طبیعت اتفاق میفته همگی برای حفظ اعتدال در طبیعت، برای حفظ اعتدال در طبیعت لازمند و اینها همگی در نهایت باعث خیر و کمال در طبیعت میشن. تأکید میکنم نقطش خیلی مهمه، یه قدم بعددار اینو با هاشمی رو یادداشت کن. ابن‌سینا اعتقاد داره بدیهای ظاهری در ظاهر نقصند، سیل و طوفان و زلزله و زرد شدن بعدی در درخت‌ها در پاییز و حال طبیعت در زمستان در ظاهر بدیه، اما همه اینها در حقیقت برای حفظ اعتدال در طبیعت، نقطه مهمش خیلی بشه حفظ اعتدال در طبیعت و در نهایت همه این بدیها باعث خیر و کمال در طبیعت، نقطه بعدی خیر و کمال در طبیعت میشن. حالا با این مقدمه این پاراگراف رو با هم تحلیل و بررسی می‌کنیم. به نظر سینا طبیعت هر شی آن را به صورت خیر و کمال معنویش صحبت کرد، خیر و کمال اراده حرکت مشروطه، ببین شرط گذاشته تو خیلی از استثار بوده حرکت به سمت خیر و کمال نامشروطه، نه اما کتاب شرط گذاره، ابن سینا شرط گذاشته به شرط که مانی در راه آن قرار نگیره، حتی آنچه ظاهر اینها در ظاهر بدیهن، آنچه ظاهرا شر و بدیه مثل پژمرده شدن یک پل، مرگ جاندار، وقایع ویرانگر طبیعی مثل سیل، طوفان، زلزله، همگی در این نظام کلی جهان تأثیر مثبت دارن. تأکید می‌کنم بهتون گفتم باعث اعتدال میشن، باعث خیر و کمال در طبیعت میشن، همگی در این نظام کلی جهان تأثیر مثبت دارن و به کمال نهایی طبیعت هدف نهاییش کمک میکنند. دقیقی دونه به دونه میفهمید و تو حافظه میسپرید فقط و فقط متن کتاب، متن کتاب میخونم و تسته بخوره چند سال اخیر رو بحث خواهید کرد. به همین جهت با نگاه به بخش کوچکی از جهان نمیتوان درباره آن داوری کرد، داوری کلی کرد. پس ابن سینا میگه نگاه ما به جهان نگاه کلی باشه، نه فقط بخش کوچکی از جهان. پس یه بار دیگه نقطه بعدی آقا نگاه کلی به عالم طبیعت داشته باش تا به اون هدفش برسی. بذار هدف اصلا کمال طبیعت در چیه؟ نگاه جزئی به هیچ وجه. مثلا سرد شدن، مثلا مثال سرد شدن و برگ‌های سبز در پاییز رو برای کسی فقط پاییز را می‌بینن حادثه ناگواره. پس کسی نگاه جزئی به پاییز نگاه داره میگه چقدر پاییز بده، چقدر زمستون بده، برگ سبز چه می‌ریزه، همه چی خشک میشه، طبیعت نابود میشه، اما میگه نگاه کلی به طبیعت داشته باش، بعد این برگ‌ها بریزه در بهار دوباره همه چی سبز بشه و باعث زیبایی طبیعت بشه. اما کسی که چهار فصل باشه، چهار فصل منظورش چی؟ آقا نگاه کلی داشته باش، نگاه چی؟ کلی، دیدگاه کلی. کسی چهار فصل مشاهده میکنه میدونه که پاییز نقش ویژه خود رو در اعتدال طبیعت ایفا میکنه. پس هر چهار فصل باید باشه تا اون اعتدال رعایت بشه، نمیشه همه چیز یک دواخت سبز باشه که با ما در اون تغییر تحولات متوجه نمیشیم. بازم تاکید میکنم نگاه کلی با عالم طبیعت. شیخ خمینی و ابن سینا حجت الحق حسین بن عبدالله البابش رو تکرار کن میگن علاوه بر مطالعه عالم طبیعت برای کشف ویژگی ها و روابط پدیدار آن که به شکلی قلوب طبیعی موجب میشه، اینجا دقت داشته باشید، با دقت و بسواس بیشتر جای بدید. یه بار دیگه ابن سینا میخواد که علاوه بر مطالعه عالم طبیعت برای کشف ویژگی ها و روابط پدیدار آن که باعث شکل گلوب طبیعت تشکیل میشه در رابطه وجودی این عالم با مبدا کل نیز تأمل کنید. به این میگه علم الهی. ابن سینا اعتقاد داره یک عالم حقیقی، یک دانشمند حقیقی
هرگز به ظواهر امر توجه نداره. ابن سینا اعتقاد داره اگر بین عالم طبیعت و عالم بالا ارتباطش با جهان ما یه ارتباط ایجاد کنیم، اگر ما پی ببریم به ارتباط بین عالم طبیعت و مبدا کل، طبیعت رو بهتر می‌شناسیم. تأکید می‌کنم ابن سینا اعتقاد داره اگر دانشمند حقیقی، دانشمند حقیقی اونیه که پی ببره به ارتباط بین عالم طبیعت و مبدا کل. دانشمند حقیقی هرگز به ظاهر اشیا توجه نداره، دانشمند حقیقی در پی فهم این ارتباطه. به این ترتیب دانشمند حقیقی میتونه کل اشیا، کل یعنی عمق حقیقت هستی، به ذات و باطن اشیا پی ببره. پس این چرخه رو چندین بار مرور خواهید کرد. شیخ رئیس میگوید ادامه صفحه بعد، چون این صفحه چند بار دوره خواهید کرد بعد این صفحه بعد. اول ادامه در صفحه 76 اول با حاشیه رو توجه خاص داشته باشید. ابن سینا در ادامه می‌فرماید آیا می‌دانی پادشاه کیست؟ پادشاه راستین آن توانگر بی‌نیاز و مقدرکی خداست که هیچ چیز در هیچ چیز از اون بی‌نیاز نیست، همه به خدا نیاز دارن. ذات هر چیزی از اوست، زیرا ذات او هر چیز یا از اون پدید آمده یا از چیزی پدید آمده. خدا آن چیز را خدا گذارنده. دقت کن، ذات هر چیز یا از خدا مستقیم ایجاد شده، خدا من آفریده، یا از چیزی خدا آن چیز را خدا گذارنده. آقا منی که اومدم این شکل درست کردم، ایجاد کردم، در خدا من آفریده، من این آفریده، پس خدا غیر مستقیم در ایجاد همه چیز نقش داره. همه چیز هایی میگن بنده و مملوک خدا هستن، بنده و مملوک خدا، خدا مالک همه چیزه، او به هیچ چیز محتاج نیست، خدا به هیچ چیز محتاج نیست، در این حال همه ما رو خدا نیازمند دید. این عبارت ها از ابن سینا و نقل شده از کتاب چی؟ اشارات. به این نکات خود توجه داشته باشید. نکته بسیار مهم از نظر شیخ رئیس تو ابن سینا، تأمل یعنی اندیشه و تفکر در رابطه طبیعت با باورها و خدا در کنار تحقیق در رابطه به پیامها، دانشمند از ظاهر پیامها عبور میده و به باطن آنها میرسونه. باطن آنها یعنی عمق و کن اشیا، کن یعنی عمق باطن اشیا. به تو گفتم دانشمند حقیقی هرگز در بین شناخت ظاهر اشیا نیست، سرمان از ظاهر اشیا فراتر بره و به عمق حقیقت آنها دست پیدا کنه. این حاصل نمیشه جز ارتباطی که با عالم ماورا خدا داره، همون علم الهی. ارتباط طبیعت با ماورا و طبیعه در به تحلیل در روابط میان پیدا دانشمند و حقیقت اشیا و باطن اشیا میرسونه. این ارتباط مبالا دانشمند رو به خشوع و خشیت در برابر حق مانده. خشوع و خشیت یعنی تواضع و فروتنی. و مثال آیه شریفه انما یخشی الله من عباده الله از سوره فاطر دلتش رو بشید. ابن سینا اعتقاد داره دانشمند حقیقی از طریق علم الهی که در پرتو ارتباط با مبدا وجود حاصل میشه دچار خشوع و خشیت میشه، دچار تواضع و فروتنی. به این نکته و این حقیقت میرسه که عالم حقیقی جز خدا کسی نیست. تأکید میکنم پس آنچه که باعث خشوع و خشیت، تقویت خضوع و خشوع در نهاد دانشمند میشه علم الهی. علم الهی در پرتو ارتباط با مبدا وجود حاصل میشه. این صفحه رو چندین بار دوره خواهد کرد. بیر صفحه بعد خب تمرین ها رو هم قبلا خدمتتون گفتم، یه فایل تو کانال
کارا پاسخ تمام تمرین ها و فعالیت ها هستش. یه سفر اقصاد هم شد درسته؟ حالا در ادامه ما کلن توی این کتاب میخواییم چند تا فلسفه رو هم بررسی کنیم. یه فلسفه، یه مکتب فلسفی اولی که از که در فلسفه در سفرات قبل فلسفه مشاه بود، شامل اندیشه های فارابی و ابن‌سینا. یه باری تکرار کنم، مشاییون رو تا الان خوندیم، فارابی و ابن‌سینا. در تاریخ فلسفه اسلام ما شاهدیم که بعضی افراد مثل گروه متکلمان اشعری، اشاعره، اومدن نقد کردن، انتقاد کردن به فلسفه استدلالی مشاع. فلسفه استدلالی مشاع پس از اون انتقادات افراد مثل غزالی و فخرالدین رازی، حتما کتاب غزالیتون هست، کتاب کتاب فوتو فلسفه قبلا خوندید، انتقادات این گروه به ویژه متکلمان اشعری به فلسفه مشاع باعث شد به تدریج فلسفه مشاع افول کنه فلسفه مشاع و زمینه فراهم شد برای رشد مطلب بعدی فلسفه. یکی از مطلب عظیمی که بعد از فلسفه مشاع ایجاد میشه به واسطه شیخ اشراق سهروردی، حکمت اشراقی هستش. ما تو چند صفحه آخر درس ده برخی از اندیشه های سهروردی میتونه مختصر و خلاصه بررسی و مطالعه بکنیم. قبل از هر چیز بیشتر بداریم حاشیه و دقت بچه ها مطالعه خواهی کرد. حکیم اشراق سهروردی زندگی که میتونه خلاصه از داره کرد، شهاب‌الدین سهروردی سال 549 هجری، قرن چند میشه؟ قرن شش. تو همین قرن شش فوت میشه. عمر بسیار کوتاهی داشته سهروردی، میگن بین 36 یا 38 سال عمر کرده سهروردی. در قرنیه روستا، روستای سهروردی از توابع زنجان به دنیا میاد. تحصیلاتش در مراغه آغاز میکنه، سپس به اصفهان میره، با اندیشه های ابن‌سینا آشنایی کامل یافته. دقت داشته باشید سهروردی در ابتدا با اندیشه های فلسفی ابن‌سینا آشنا میشه. در کجا؟ در اصفهان. از سفر کرد، سفر به خودش رو با سلوک معنوی و عرفانی در آمیخت. سهروردی سه سلوک عرفانی و معنوی داشته، به مجاهدت با نفس مشغول میشه، تزکیه نفس میکرده، نفس پاک داشته، اغلب ایام سال روزه داشته، در خلوت خود به ذکر و عبادت مشغول بود تا به مقامات عالی عرفان و برترین درجات حکمت مقرر میشه. کی؟ سهروردی. یه بار با دقت بخونید، در همین دوران که به مقامات عالی عرفان رسیده، در حد اعلی عرفان سری سری کرده، میاد مهمترین کتاب خودش بیان حکمت و اشراق رو می‌نویسه و مکتب جدید در فلسفه اسلام. خدمت رو گفتم سهروردی مکتب جدید اشراق رو درست کرد، اصول اندیشه های فلسفیش هم در کتاب حکمت و اشراق مطرح کرد. در این کتاب نوکری از شیوه مشاعیات فراتر می‌رود و به حکمت اشراقی پایگذاری می‌کنه. پس فلسفه اسلام مراحل تکاملی داشته، در گام اول فلسفه مشاع فارابی رو استفاده کردن، سهروردی رو یک گام می‌بره بالاتر و اون رو تبدیل به فلسفه اشراقی می‌کنه. روش فلسفه چی بوده؟ قبلا خدمت گفتم روش فلسفه مشاع بوده استدلالی بکنی. خود سهروردی با توجه به اینکه به عرفان توجه داشته، میاد به شهود قلبی ها هم توجه بکنه توی فلسفه خودش. یعنی توی بگیم خدمت شما که روش اشراقی ترکیبی از برهان عقلی و شهود قلبی و باطنی هستش. این روش اشراق، یه بار دیگه، روش مشاع عقلی برهانی، روش اشراق
عقلی شهودی یه نقطه خاص سهرمندی بیشتر به سمت شهود گرایش داشته. پس در مصطفی اشراق تأکید و غلبه بر شهود عرفانی و قلبی است. شهود قلبی رو بعضی جاها به نظر میرسه مهمتر از عقل استدلال دو نفس سهرمندی. شیخ اشراق به ابن سینا احترام گذاشت، در این حال خیلی جاهای ابن سینا انتقاد هم کرده، در این احترامش انتقاد هم کرده، از اون سپاسگزاری میکرد. در این حال میکوشید، در این حال میکوشید حکمت استدلالی ابن سینا را با چاشنی کشف و شهود قلبی به کمال برسوند. گفتم ترکیب از جفتش. او با احیای فرزند این نور و اشراق ایمان و اسلام و تطبیق آن با عرفان تأکید می‌کنم. سهروردی جزء معدود فیلسوفایی است که به فلسفه ایران و باستان زرتشت، فلسفه نورانیت زرتشت توجه خاص داشته. سهروردی کلا فلسفه‌اش بر حقیقت نور و ظلمت استواره. اصلا اشراق از شرق گرفته شده. شرق به چه معنیه؟ شرق نور و روشنایی و حیات. پس سهروردی سعی میکرد در واقع فلسفه نور و اشراق ایران باستان احیا کنه. باز تأکید میکنم توی کتاب خودش سهروردی اعتقاد داره من سهروردی احیا کننده زنده کننده حکمت ایران باستان هستم. خب پس اومد حکمت اشراق رو تأسیس کرد. حکمت اشراق نوعی بحث از وجوده، بحث وجود، چون فلسفه است. فلسفه موضوعش چیه؟ هستی شناسی. متصور بردی رو نگاه جدید به وجود و هستی نگاه بکنه. به نظر میسه کلمه نور رو نور که جمعه رفعی داره جای بزنه وجود که هستی در افتر جهان. تنها به نیروی عقل و استدلال اکتفا نمی کنه، بلکه آن را با سیر و سلوک قلبی هم راه می کنه و بار دوم به تکیه می کنه. فیلسوف اشراقی، فیلسوف حقیقی از نظر سهروردی، فیلسوف اشراقی میگوید آنچون در مقام بحث و استدلال به دست آورده با شهود قلبی و تجربه درونی دریابد. بازم تأکید کرد پس فیلسوف اشراق آنچون که در مقام استدلال به دست آورده با شهود قلبی دریابد، یعنی بیاد استدلال عقلی رو در کنار شهود عرفانی قرار بده و از طریق ترکیب این دوتا به حقیقت ناقل بشه و به زائقه دل برسه. زائقه دل همون شهود قلبی، زائقه دل شهود قلبی و آنچه که از طریق شهود کسب کرده با استدلال دیگران تامین دهد. یه بار دیگه سهروردی سعی میکنه آنچه که از شهود و قلب دست آورده چگونه به دیگران تعمیم بده، عمومیت بده، سرایت و آموزش بده با استدلال برهان تقریبا جفتش. از نظر سهروردی تحلیل فلسفی به شیوه استدلالی محض که فقط عقلی باشه و بدون قلب باشه بی نتیجه است و سیر سلوک روحانی هم بدون عقل گمراه کننده است. خیلی مهمه، تأکید می‌کنم سهروردی اعتقاد داره برای کشف حقیقت، رسیدن به حقیقت، باید استدلال عقلی رو در کنار شهود قلبی قرار بدیم. او معتقده که عقل دقت داشته باشیم، دقت داشته باشیم، میگه شیوه استدلالی محض بدون قلب بی‌حاصله، بی‌نتیجه است. پس دقیقا داشته باشیم استدلال بدون قلب بی حاصل و بی نتیجه است و شهود قلبی بدون عقل باعث گمراهی میشه. این دو واژه بی نتیجه بی حاصل بی و گمراهی رو بشنوید چون داشته شدید. مثلا دیگه استدلال بدون قلب
امر بی حاصله، بی نتیجه است و قلب بدون عقل باعث گمراهی میشه. پاورقی بهش نگرد داشته باشید چنجوری در حالا چون شهر دست داد به عبارتون رو خوشتر میگرد در سال 36-35 سال دیگه از من بیرد سهروردی در جهان اسلام به شیخ شهید مرده به جرم دشمنی و خدا میگن کشته شده ایشون تقریبا سرنوشتی همانند سقراط پیدا کرد. ببینیم صفحه بعد یکی از مباحث مهم که در فلسفه سلمانش پرداخته میشه بحث مدارج دانانیه. درجات دانانی جویندگان معرفت و دانایی چند دسته تقسیم میشن. این نقطه قبل بگم بدون گفتم روش اشراق هرچند ترکیبی از عقل و قلب بود منتها سلمانی قلب و شهود رو به نظر مهمتر میرسه. سهروردی جویندگان معرفت رو چهار گروه تقسیم می‌کنه. یک، آنان که تازه عقش و شوق معرفت یافتن و جویندگان هستن. ترکیبش مهم به یک دسته چهار. دسته اول در معرفت کیا قرار می‌گیرن؟ افرادی که ذوق و شوق معرفت دارن. ذوق در دوباره علم گرفته. دو، آنانی در فلسفه استدلالی به کمال رسیدند ولی از عرفان می‌برند. منظورش تو کیا؟ منظورش فلسفه مشرقی ابن سینا، فارابی. فارابی و ابن سینا در دست دو قرار می‌گیرند. آنانی که در استدلال برهان به کمال رسیدند ولی از عرفان می‌برند دست دو قرار می‌گیرند. میان یه عرفا نگاه بالاتر دسته سوم کیان عرفا. عرفا به برهان و استدلال توجهی ندارند فقط به تصفیه نفس و شهود دست پیدا کردند. پس اینجا میشه فهمید که عرفا رو یه گام بالاتر از فلسفه می‌بینید. دست چهارم دیگه آخر معرفت بالاترین مرتبه معرفت دانش فردی که هم دانش داره هم بینش هم شهود قلبی و هم استدلال عقلی رو هم داره. به این فرد میگه حکیم عارف یا حکیم متعلم. دقت داشته باشیم آنها هم در صور و برهانی صور صورتهای استدلالی مثل فلاسفه به کمال رسیدند و هم اشراق و عرفان دست یافتند. به اینها میگه حکیم متعلم و بهترین دسته اینا. نقطه رو ترکیب می‌کنم. پس حکیم متعلق اولا اسم دیگرش چیه؟ حکیم عارف. کسی هم عرفان رو برنه حکمت فلسفه. این فرد متعلق از تفکر اندیشه می‌شه. این فرد فرقی که در واقع برهان عقلی و شهود قلبی رو هم داره و نقطه از اهمیت یعنی فارابی تو درس قبلی اعتقاد داشت رئیس مدینه فاضله که زعیم ویژگی‌های زعیم رو درس قبل خوندید. اینجا سهروردی معتقده که در واقع رئیس واقعی جامعه حکیم متعلق است. حکیمی که هم استدلال عقلی و هم شهود قلبی و هم آمیخته باشه در اختیار هم داشته باشه. پس سهروردی میگه این فرد یعنی حکیم متعلق رئیس واقعی جامعه است. رئیس واقعی جامعه. سهروردی اعتقاد داره اگر حکیم متعلق در جامعه ریاست برسه جامعه ما سعادتمند و خوشبخت خواهد بود و اگه نرسه، اگه حکیم متعلق رئیس نشه ظلمت تاریکی بر عالم و آدم سایه می‌افکند.
ظلمت خود جامعه رو در بر میگیره اگه همچین متعلق به ریاست نرسه. شیخ الاشراق در مورد این گروه، کدوم گروه؟ گروه چهارم حکیم متعلق میفرماید هرگاه اتفاق افتد در زمانی حکیمی قلب در تعلق باشد، قلب در اندیشه باشد و در بحث استدلال، بحث استدلال استاد باشه، او را ریاست تامه از خلیفه جرش خدا اوست. گفتم خیلی بچه ها رئیس جامعه فردی که هم شهود قلب و هم استدلال هم داشته باشه. جهان هیچگاه از چنین حکیمی که چنین باشن خالی نیست. آها جهان از چنین حکیمی خالی همیشه در دنیا حکیم متعلق وجود داره. ممکنه گمنام باشه، ممکنه مشهور باشه، ممکنه ما اونو بشناسیم یا ممکنه اون چی باشه گمنام باشه. جهان هیچگاه از چنین حکیمی خالی نیست، زیرا برای مقام خلافت ضروری است که امور و حوالی رو بی‌واسطه مستقیم تحکیل بکنه اینجا از حق تعالی از موقع دریافت کنه. و البته نقطه رو بزن مراد از ریاست از راه قهر و قلمه نیست. رئیس این جامعه که اون حکیم متعلق است نبایستی از راه قهر و قلمه و از راه زور به ریاست برسه. خود مردم اون رو بخواد به ریاست برسه. گاه باشد که امام متعلق، همون حکیم متعلق، در ظاهر حاکم، در ظاهر چیه؟ حاکمی همه اون رو میشناسن، مشهوره، گفتم خدمت شما ممکنه قمنام باشه و خیلی اون رو نشناسن، حاشیه و بیشتر میدن ما از من مطالعه بشه. گاه در ظاهر مستولی و حاکم و گاه به طور نهاد گمراهه. در هر حال او راست ریاست در هر چه گمراه باشه و چه مشهور، ریاست حق حکیم متعلق است حتی اگر گمراه باشه. و چون ریاست به دستش بیفته زمان به نورانی و درخشان، اگر اون حاکم باشه، اگر اون رئیس جامعه سعادت داره به خوشبخت باشه و اون ریاست درسته ظلمت تاریکی بر جامعه چی میشه؟ حاکم میشه. خب ادامهش اشکال نور صفحه برای اشکال نور باز تحکیل میکنم خود بچه ها سهروردی فلسفه اشکال، فلسفه سهروردی بر حقیقت نور و ظلمت استواره. توی فلسفه و عرفان دو واژه شرق و غرب داریم. شرق غرب، شرق به معنی نور روشنایی، غرب به معنی ظلمت تاریکی. شرق جایی که آفتاب طلوع میکنه و هر چیز روشن میشه، غرب جایی که آفتاب غروب میکنه و تاریک میشه. سهروردی نظام غرب و شرق رو به طور سازمان یافته‌تر و دقیق‌تر در فلسفه خودش عنوان بیان می‌کنه. سهروردی یه دفعه می‌نویسم جغرافیای عرفانی سهروردی. جغرافی چیش؟ عرفانیش. شامل سه بخش و سه قسمت میشه. اول از همه مغرب کامل، نقطه مقابلش مشرق. حواستون باشه گفتم مشرق نبتا مشرق کامل، مشرق این وسط میشه مغرب بستا، وسط بستا. مغرب کامل عالم ماده است شامل ظلمت و تاریکی. نقطه مقابل شرق، شرق نور و حیات، دنیای عقول، عقول و فرشته ها، دنیای فرشتگان مقرب، مقرب از قریب، مقرب به دربار خداوند، نور محض.
این وسط فصلا ترکیبی از نور و تاریکی، نور و تاریکی ترکیبی از جفتش. این جغرافیه اداری سنوردی یکی از چند تا عالم بحث کنه، مغرب و مشرق و مغرب کامل مغرب وسطا. نکته دقت کن، سهروردی مبدع جهان را نور محض میداند و به نور محض هم خدا و به خدا میگه نور الانوار. تو درس قبلی داشتیم در ادامه درس این نکته خدمت بگم، سهروردی ما خدمت گفتیم بحث اصلی فلسفه مشرق بحث وجود بود، یا تو به خدا مفاجه و وجود. سهروردی بحث اصلیش نوره، مثلا گفتم تا بچه ها اشراق شرق نور. سهروردی از واقعیت اشیا با عنوان نور یاد میکنه. واقعیت اشیا چیه؟ نور. مبدع نور چیه؟ خدا. مبدع نور خداست که به خدا میگه نور الانوار. پس تو فلسفه مشرقی به خدا میگفتن واجب الوجود، واجب الوجود به ذات. و تو فلسفه اشراقی خدا رو بهش میگه با نور الانوار. و منبع هم آیه شریف قرآن، الله و نور سماوات و الارض، خدا نور آسمانها و زمین است. حالا این نکته خدمت بگم قبلش، درست همه نورن، اما یه سوال، سهروردی اعتقاد داره همه موجودات به یک اندازه از نور برخوردار نیستند. سهروردی اعتقاد داره تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت شده. نور شدت و ضعف داره، قوی و ضعیف داره. نور ذو مراتب، ذو مراتب این دارای مراتب مختلفه. همونطور که نور محسوس، نور ظاهری هم شدت و ضعف داره، نور الهی که مد نظر سهروردی اون هم شدت و ضعف داره. بالاترین و قوی‌ترین نور، نور محض خدا، نور اطلاق هستش. این خطا از اول شهر اشراق مبدع جهان رو نور محض و اون را نور انوار هم خدا. اشکه دیگر از تابش و پنکای نور انوار میاد. خدا نور افشانه میکنه، منبع نور پرتو افشانه میکنه و همه موجودات در پرتو اشراق خدا ایجاد میشن. هر واقعیت نوره، نوشتم براتون واقعیت اشیا رو نور میدونه سهروردی، اما نه نور مطلق. آها، ما ها نور مطلق نیستیم، نور مطلق یکی نور الانوار. درجه ایست از نور، نور درجه داره، درجه داره. پس تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانیت. پس سهروردی اعتقاد داره به ذو مراتب بودن نور. ذو مراتب این دارای مراتب مختلف، قوی ضعیف متوسط. میگه ذات نخستین نور مطلق کیه؟ خدا. خدا پیوسته نور افشانی و اشراق میکنه و بدین ترتیب متجلی میشه و همه چیزها رو به وجود میاره و با اشعه خود، با نور افشانی خود، با آنها چی میده؟ حیات میده. همه چیز در جهان پرتوی از نور خدا هستند. و نکته مهم، میگه هر زیبایی و کمالی موهبتی از رحمت خدا. رستگاری در چیست؟ وصول به این روشنایی. از این نکته دیگه سهروردی در واقع رستگاری رو در قرب به نور الانوار میدونه، قرب الهی. سه تا نکته دوست دارم تکرار کنم: واقعیت اشیا نور و مبدع نور خداست که بهش میگه نور الانوار با الهام از قرآن. نکته بعدی که اعتقاد داره همه موجودات به یه اندازه از نور برخوردار نیستند، نور دارای شدت و ضعف. و نکته بعدی که سهروردی اعتقاد داره رستگاری و سعادت در وصول و رسیدن به نور الانوار هستش. در فلسفه
شیخ مشتاق مشرق و مغرب معنای زمینی خود را ندارد. وقتی میگیم غرب و شرق، غرب و شرق جغرافیایی نیست، این بر غرب و بر شرق. غرب مطلقاً حالت عرفانی به خودش میگیره، غرب تاریکی، شرق نور و روشنایی. بلکه در جغرافیای عرفانی معنای ویژه پیدا میکنه. حالا نمیشود مشرق جهان نور محض فرشتگان و محض مشرق نور و حیات، روشنایی زندگی، نور محض عالم و عقول و فرشتگان مقرب به درگاه خدا، مقرب قریب نزدیک خدا. این فرشتگان به دلیل کنگور سراسری صاحب اینجا تجرد از ماده، عالم و عقول مادی نیستن، مجردن. به دلیل تجرد از ماده، عالم و عقول برای موجودات خاکی مثل من و شما قابل مشاهده نیستن. نقطه مهم، مغرب کامل جهان تاریکی عالم ماده نوشتن، مغرب کامل عالم ماده ظلمت تاریکی که بهره از نور نداره. میان مشتر محس و مغرب کامل، مغرب استاد رو گرفته، در آن هم نور هست و هم ظلمت، هم نور و هم تاریکی. این میشه جغرافیای عرفانی شیخ اشراق. به این سمت وقت میتونم پاوردیوش دقت داشته باشید. تمرین ها حتما حد باشه. ما تو درس دهه فلسفی دوازدهم فلسفی ابن سینا شیخ خمینی و فلسفی سهروردی شیخ اشراق رو بررسی کردیم، نکات مهم رو خوندیم، تحلیل رو بررسی کردیم. شماها یک بار دیگه همین الان متن درس ده رو با دقت تمام مطالعه فرمایید و تلاش کنید که این درس هر طوری هست، یک خوب بفهمید، دو تو حافظه بسپارید. مطمئن باشید درس بالای من در فلسفه در کنکور تأثیر شگفتی که ما فهمید شما میتونه ایفا کنه. فقط و فقط یک به خدا توجه کنید و دو به تلاش خودتون موفق باشید.